ثبت هنر میناتوری به نام کشورهای ایران، ترکیه، ازبکستان و آذربایجان واکنش تند فرهنگیان و میناتوران هرات را به همراه شده است. فرهنگیان و میناتوران هرات در نشست اعتراضی خواستگاه و زادگاه هنر میناتوری را هرات دانسته و تاکید کردند که ثبت این هنر به نام دیگر کشورها جفای بزرگ در حق تاریخ و میراث‌های فرهنگی افغانستان به خصوص هرات است. آنان با صدور قطعنامه چند ماده‌ای از دولت خواستند تا بگونه جدی اعتراضیه‌اش را به سازمان یونسکو ارسال کند. همکارم با شرح بیشتری می‌خبر. فرهنگیان و میناتوران هراتی اینجا گرد هم آمدند تا به گونه جدی صدای اعتراض و نگرانی خود را نسبت به ثبت هنر میناتوری که به گفته آنان خواستگاه، زادگاه و مبتکران از هرات است بلند کنند. در این نشست اعتراضی فرهنگیان و میناتوران میگویند از سازمان یونسکو توقع بیشتری داشتند تا قبل از ثبت این هنر به نام کشورهای دیگر بر اساس تاریخ و مستندات در مورد آن اقدام میکرد. انجمن حامیان میراث فرهنگی در این راستا کوشش نهایی خود را انجام میده که و تایی که حق ما برای ما برگشتانده بشه و افغانستان هم شامل این لیست باید بشه. تمکیری دولت ما میتونیم بزی راستا بیان کنیم که وزارت محترم تاز و فرهنگ تمکیری کرده و این هنر به صلاح اگر سازمان یونسکو یا عمدن یا عمدن هم نبوده ثبت کردن به نام کشورهای ترکیه و ایران و ازبکستان و آذربایجان در واقع یک جفای بس بزرگه به حق ملت هرات و افغانستان و خصوصا هرات که ما که به عنوان میراثدار همین هنرهای مستضعفه در هرات هستیم. هنر میناتوری ریشه در تاریخ افغانستان و پایتخت فرهنگی آن هرات دارد. مبتکر این هنر اهل هرات استاد کمال الدین بهزاد است. این فرهنگیان میگویند کشورهای منطقه با استفاده از وضعیت کنونی افغانستان و جنگ جاری میکوشند تا ارزش‌های فرهنگی من را به نام خود در سازمان‌های جهانی. آنها نگرانند که مبادا هنر کاشی‌سازی، سفالگری، خطاطی، شیشه‌سازی، صحافی و تزئین نگاری یکی پی دیگری به نام کشورهای همسایه و منطقه ثبت بشوند. چرا این مکتب مقدم بود، ابتدا بود، شروع بود؟ با همین مکتب مکاتبه دیگر به میان آمد. این مکتب مادر بود برای از اونا. اونا عزیز زاییده شدند. شما تفاوت فرزند و مادر را میتونین پیدا کنین. تفاوت پدر و مادر با فرزندها طبعا وجود داره و او چیزی که در مکتب هرات تشخص خود خور داره. آثاری که از این باقی مانده وقت در پهلوی آثار مکاتب بعدی میگذارین خود به خود نمایش میده تفاوت ها در کجا هست. هنر میناتوری با نام و تاریخ هرات پیوند عجیبی خورده است و با بازدید از بسیاری از مکانهای تاریخی این شهر با انواعی از خلاقیت های میناتوری اصیل میتوان روبرو شد. خوشنویسان و میناتوران هرات میگویند ثبت این هنر به نام کشورهای دیگر به شدت بر روح و روانشان اثرهای منفی به جا گذاشته است. که ما ببینیم ما شما یک فرش خونه درست میکنیم برای خود خو زحمت میکشیم درست میکنیم آباد میکنیم کسی دیگه میای از ما قصد میکنه میگیره. خب شما حساب کنید چه در سر انسان فشار میای نه بر روی انسان تاثیر میگذاره. پس باید مون شما از حق خود خود دفاع کنید دیگه. این هنر وارد مرحله هنر سیاسی شده. بنابراین وظیفه دولت و نخبگان دولت و مجلس که از این هنر دفاع کنند. چرا دفاع کنند؟ چون ما یک دوره تمدنی 150 ساله دوره تیموری هار داریم در افغانستان. این خواهی نخواهی باید ثبت دیگه کشورا بشه. زمانی که ما خود ما ارج نگذاریم هنر دیگر رو میاین استفاده میکنن دیگه. پس بنان هنرهای دیگه ما تحت خطر هست. تا کنون چندین بار فرهنگیان در هرات صدای اعتراضشان را نسبت به ثبت هنر میناتوری به نام کشورهای دیگر بلند کردند. اما ظاهراً این صداها تا بیخ گوش مسئولان سازمان یونسکو تا کنون نرسیده است. میناتوران و فرهنگیان هراتی در این نشست اعتراضیشان با ارسال قطعنامه چند ماده‌ای با آدرس ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات و فرهنگ از این دو نهاد خواستند که به هدف بازنگری و ثبت این هنر به نام افغانستان به گونه جدی با سازمان یونسکو وارد گفتگو شوند.